Alhamdulillah wa shukru lillah wa thana'u lillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Rabbana innana amanna bima anzalta wa attaba'na ar-rasul faktubna ma'ash shahidin. Sadaqallahu al-azim. Banami anki hasti nam azu yaft. Falak jumbush zamin aram azu yaft. با عرضی سلام و درود خدمت تک تکی بیننده های عزیز تلویزیونی خورشید و علاقمندان برنامه اسلام و فطرت خرسند هستم باز هم شما عزیزان را با خود دارم و واقعا اظهار سپاس و تشکری میکنم از شما که بیننده برنامه اسلامی اسلام و فطرت هستیم. دوست عزیز، صحبت من در ارتباط فواید ایمان بود. بعد از اینکه دانستیم معنای ایمان چیست، ایمان تصدیق و باور قلبی که اصلا راه برای دروغ و کذب و ارتداد انحراف باقی نمیمانه. یعنی ایمان به معنای عقیده. چرا میگن ایمان عقیده میگن، ایمان علم توحید میگن، علم عقیده میگن؟ به خاطر چی؟ به خاطر که ایمان وقتی در قلب گره شد دیگه دنیا اگر بر بگرده این شخص بر نمیگرده. یکی از جمله علایم ایمان ابو سفیان سخن پادشاه روم بود، ازش پرسید که آیا بعد از اینکه کسی به این دین ایمان آورده برگشته؟ گفت هرگز نه، تالی کس مرتد نشده. گفت این حقانیت ای دین است. ولی امروز ایمان تشکیل نشده، ولی ایمانای ما ایمانای میراثی است. پدر مسلمان است، ما مسلمان هستیم. آیا یک روز نشستیم، انتخاب کردیم، برگزیدیم، نشستیم به شکل علمیش؟ فرق است بین ایمان علمی و بین ایمان میراثی. خیلی تفاوت وجود داره. ایمانی که به ارث برده شده ارزشش خیلی کم است و ایمانی که به شکل درستش از طریق علم و مطالعه گرفته شده، این ایمان واقعی است. پس دوست عزیز، اهمیتش دانستیم، ضرورتش دانستیم و فعلا ما در فوایدش صحبت داشتیم که ایمان فواید فردی داره و فواید اجتماعی داره. در فواید فردی گفتیم اولین و مهمترینش امنیت روان است. شما مطمئن باشین که مسلمان واقعی هر چقدر صدمه ببینه، هر چقدر حوادثی گوناگون بر بالایش بیایه، باز هم کمرش خم نمیشه. چون ایمان به انسان قوت میده، ایمان به انسان نیرو میده، ایمان به انسان شخصیت میده. دوم فواید فردیش، ایمان دوستای عزیز انسان را با عزت میسازه، انسان را کرامتش میده. او کرامتی را که قرآن میگه ولقد کرمنا بنی آدم، ما مطلق انسان را کرامت دادیم، شرافت دادیم، عزت دادیم. فرشته ای که عظیمترین مخلوق، پاکترین مخلوق بود، گفت به این سجده کو. پس امروز دومین چیزی را که ما باید فرا بگیریم فواید فردی، شخصیت، کرامت و شرافت و عزت است. اگر عزت داری بفهم که ایمان داری، شخصیت داری ایمان داری، کرامت داری ایمان داری، اگر مستغنیستی ایمان داری. فواید اجتماعیش گفتم مساوات هست و دومش امنیت هست که ایمان، امن و امانت یکیست. پس امروز دوستای عزیز، در جامعه که ما زندگی میکنیم، وقتی از خرد تا کلان، از پیر تا جوان، از الف تا یا، وقتی که میبینیم کل به چشم هم دیگه خاک میزنیم و هر کس در فکری پیش بردن متمایلات خود است، چیگونه میتونیم که با ایمان شویم؟ چیگونه میتونیم ایمان من تقویه شوه، تشکیل شوه؟ دو مورد با شما شریک میسازم در این جلسه. امیدوار هستم ایره به شکل دائم وظیفه همیشگیتان قرار بدین. پس ما متاسفانه وقتی فواید فردی را صحبت کردیم، در جامعه موجود نداره. امنیت روانی نیست. امروز طفلی که 6 ماه از مادر به دنیا میآید، طفل تکلیف روانی داره. مشکل در کجاست؟ بزرگ ما در جای خودش، سفید ما در جای خودش، جوان و نوجوان در جای خودش، زن و مرد تکلیف روانی داره. امنیت روانی امروز وجود نداره. شما تاریخ اسلام ورق بزنین، از گرسنگی سنگ بسته کرده بودن، سنگ به شکم، ولی شما یک نفر پیدا کنید که تکلیف روانی داشته باشه. امنیت روانی امروز در جامعه رخت بسته. امروز فحش و ابتذال به اوجش رسیده، ولی امنیت نیست. طب به بلندترین اوج خود ارتقا کرده، به بلندترین درجه خود رسیده، و
ولی امروز امراض صعب العلاج است که طب در مقابل سلامی میزنه پیشرفته نمیتونه. پس چی کار بکنیم دوست عزیز که امنیت روانی پیدا کنیم؟ چی کار بکنیم عزت و شخصیت من تشکیل شوه؟ چی کار بکنیم مساوات بیاد در بین من؟ هیچ نوع دیگه برتری جویی در بین این و آن قلدری و ملکی دیگه باقی نمانه، همه برتری جویی ها برای ختم شوه. و چی کار بکنیم امنیت بیاید، امانت حفظ شوه؟ ایمان امانت است، تقوا امانت است، عزت امانت است، جان امانت است، خاک امانت است، دین امانت است. امروز این همه امانت همش خیانت میشه، چی کار بکنیم؟ دو چیز پیشنهاد میکنم دوستای عزیز. البته موارد بسیار زیادی وجود داره که میتونه ما را کمک کنه، ولی این دو چیز وظیفه دائمیتان اگر به معنی واقعیش قرار بتین، انشالله شعاع ایمانتان بلند میره، نورش تجلایش میدرخشه، درخششش روشنش زیاد میشه. ایمان در قلب هر فرد ما وجود داره. ما ایره بحث کرده بودیم که ایمان حقیقتش مرکوز فی داخل الانسان، حقیقتش در داخل انسان مرکوز است، وجود داره، ولی ایمان نافی نیست، ایمانی که نفش برسه نجات من به وجود نداره. پس ما اگر میخواییم ایمان من درخشش پیدا کنه، دو چیز با خود یادداشت کنین و همیشه عملی بسازین. چی چیز دانستیم که ایمان جلایش از بین میبره؟ درخششش، روشنیش، مقبولیتش، حسنش، تحرکش. چون ما میدانیم ایمان متحرک است، ایمانی که جامد است. یک انسان ایمان داره و فساد میبینه، لقلق سعی میکنه به ما چی؟ مردگوی رو میبینه، دیوسی رو میبینه، هزار فحاشی و عیاشی رو میگه به ما چی؟ مطمئن باشین ایمان در قلب از این مرده از حقیقتش وجود داره، ولی ایمان نافی نیست. ایمان است که حرکت نداره، جلا نداره، رویش گل و لای گرفته، خاک گرفته. پس ای بر اکمال نیاز داره. چی کار بکنیم ایمان ما را اکمال شوه؟ گناه و معصیت و سرکشی، طغیان دوستای عزیز جلای ایمان از بین میبره. هر چقدر ایمانت قوی باشه، ایمانت نور و درخشش داشته باشه، وقتی گناه بکنی روشنی خود، زیبایی خود، جلای خود از دست میده. یک مثال براتون میتم. پدر به فرزند خود دستور میده، بچه میکاره کردی او کاره کردی، برو بابا. پدر اینقدر سر ما قمانده میکنه که فقط میگه من خادمت هستم، دروازه را محکم میزنه برآمده میره. اینجا پدر خفه ساخت، اونجا میره به امرای دوستایش، اندیوالایش، رفیقایش، میبینه که امی فرزند با سیگریتی میه، امی فرزند با نسواری میه، چرسی میه، بنگی میه، و امی فرزند باز معتاد هم میشه. بعد شب برمیگرده به امرای دوستایش قصه کرده تا ثلث شب، وقتی به خانه میه پدر اشکش میرزه و این پسر خنده کرده در اتاق خود میخوابه. شما ببینین این مرحله فساده، مرحله معصیت و گناه که چقدر ایمان انسان ضعیف میسازه و درخشش از دست میده. بر حال دوست عزیز ما رحمرایی کنین، زود در خدمتتان بعد از وقتی کوتاه قرار میگیرم. دوست عزیز شما را دوباره خوش آمدید میگم. صحبت من در ارتباط فواید ایمان بود و همچنین دانستی مشکلات جامعه خود، مشکلات ایمان خود را. حال آمدیم دنبال علاج که چی گونه علاج کنیم ای بی ایمانی ما به ایمانداری تبدیل شود، ای بی هدفمندی ما به هدفمندی تبدیل شود، و ای جامعه که نه مساوات است و نه امنیت است و نه شرافت است و نه کرامت است، ای عزت پیدا کنه، شرف پیدا کنه. ای همه نسخه های قرآنی است، ای دعای پوچ نیست که یک کس بگوید که ما چنین پیشنهادی را میکنیم. پیشنهاد خدا، پیشنهاد رهبرمان، اماممان و قدویمان، حبیبمان، امام انبیا علیه السلام است. پس ما دانستیم که گناه و معصیت و سرکشی جلای ایمان از بین میبره. یک بحثی داره علما به نام زیاد و کم شدن ایمان. البته علمای جمهور به این نظر هستند که ایمان کم و زیاد میشه. اونا میگن که ایمان و عمل یکی است، ایمان و عمل یکی است. اگر عمل کم شد ایمان هم کم میشه، اگر عمل زیاد شد ایمان هم زیاد میشه. ولی برخی علما به این نظر هستند که ایمان یک حقیقتی است در درون انسان،
این کم و زیاد نمیشه، صرف جلایش، روشنیش، نورش، زیباییش، مقبولیش، قشنگیش کم و زیاد میشه. اگر عمل نیکت زیاد بود، عمل خیرت زیاد بود، جلایش زیاد میشه. شما میبینین در رمضان وقتی که روزه میگیرین، شما ببینین که چقدر سیطره بر نفس پیدا میکنین، چون در رمضان میزان معصیت و نافرمانی کم میشه. تلاوت قرآن است در گوشه میبینین، حلقات درس است، ذکر است، حتی شبکه ها را شما ببینین که چقدر برنامه جالب و زیبا تهیه میکنن. یعنی میزان معصیت و گناه با خیلی یعنی زیر صفر گفته نمیتونیم که کاملا پایین میشه، چون انسان هایی که همیشه با شیطان بودن باز اینا قایم مقام شیطان هستن. در رمضان هم سب اینا شیطان های انسی هستن، برحال اینا فعالیت شیطان هم میگه شیطان تو سب تو را که خداوند سب زنجیر پیش کرده، من خواستم قایم مقام تو. نمیتونیم بگیم میزان معصیت و گناه زیر صفر است، بله تنزیل پیدا میکنه، تخفیف پیدا میکنه. ولی شما ببینید که چقدر جلای ایمان ما بالا میره، ایمان ما روشنی میته. وقت افطاری شما ببینید در بدن انسان یک نوع رعشه و لرزه پیدا میشه. اینمی رعشه و لرزه سکن کردن گناه، ایمان ما آپدیت میشه، ریفرش میشه. وقتی انسان تکان میخوره اون لحظه است که خداوند به طرف بنده خود به نظر احترام میبینه و مباهات میکنه. ببین بنده امروز منتظر ما بود و فعلا منتظر حکم ما هست. اینجاست که گناه روز به روز کم میشه، ولی جرا و درخشش ایمان بالا میره. پس دوستان نهایت عزیز و گرامی، دانستیم که ایمان با معصیت زیبایی خود از دست میده و درجهش خیلی ضعیف میشه، به حدی که ما میتونیم بگوییم که ایمان نداره. یکان نفر میگه بی ایمان است، یعنی به حد ایمانش ضعیف است که در درجه صفر قرار گرفت. پس دوستای نهایت عزیز و گرامی، جوانی که ایمانش قوی باشه، درخشش داشته باشه، مطمئن باشین وقتی گناه را ببینه بدنش بلرزه میفته، قلبش تکان میخوره، موی بدنش استاد میشه، پوستش کش میشه. این علایم ایمان است. قلبش در حرکت میاد با دیدن معصیت و گناه. وقتی کار نیک انجام میده آنقدر خوش میشه، احساس میکنی که خوبی های دنیا نصیب انسان شده، فکر میکنی که چقدر انسان سعادتمند است چون ایمان داره. پس دوستای عزیز، دانستیم که ایمانمان با معصیت و گناه ضعیف میشه. امروز علت از این که چرا امنیت نیست، چرا بی ایمانی است، چرا عزت نیست، چرا همت و شرافت و کرامت نیست، چون ایمان نیست، چون معصیت هست. پس چی کار بکنیم دوستان عزیز که ایمان ما جلا پیدا کنه، درخشش پیدا کنه، نور پیدا کنه؟ مورد اول دوستان عزیز، مورد اول مطالعه و تلاوت قرآن پاک است، تلاوت قرآن کریم است، ذکر خداوند است، یاد خداوند است، آشتی با خداوند است. وقتی به قرآن رجوع کردی با خدا آشتی کردی، ذکرت، یاد خدایت وقتی در زبانت جاری شد با خدا آشتی کردی. خداوند چی میگه؟ قرآن وسیله اصلاح انسان است، وسیله جلای ایمان انسان است. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، اگر این قرآن بر کو نازل میشد، کو خاشع میشد، کو را متواضع میسازه، موت را نمیسازه، میسازه. بین رجوع کنین، قرآن اصلاح ما میکنه. بین رمضان مبارک یک قرآن ترجمه دار بگیرین، در حلقات درسی اشتراک کنین. مطمئن باشین از برای هر مرض دوایی است، از برای معصیت و نافرمانی هم دوایش قرآن است. هر روز یک جلسه قرآن، در 30 روز 30 جلسه قرآن، هر چقدر تکلیفت زیاد باشه علاج میکنه. پس بی ایمانی ما علاجش قرآن است، یاد خدا، آشتی با خداست. شما میفهمین دوستای عزیز که قرآن کریم درباره تلاوتش خداوند چی میگه؟ وقتی قرآن نازل شد، خداوند میپرسه از پیغمبر که ایمان کی را این قرآن زیاد ساخت؟
وقتی بر ما نازل شد هر لحظه قرآن جدید است و لحظه به لحظه جدیدتر شده میره. فکر بکنین در هر رمضان قرآن نازل میشه بر ما، در هر لحظه‌ای که تصمیم به تلاوت بگیری امون لحظه قرآن بر تو نازل شده. پس بیا یک دفعه ایمان خودت یک دفعه نظر بکو که چقدر تانست جلا بوده، چقدر ایمان تو را جلا داده. بعد قرآن کریم خود جواب میده، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. کسایی که بر اونا قرآن نازل میشه و قرآن میخوانن و به خدا ایمان دارن، ایمان از اینا را جلا میده. تلاوت قرآن ایمان جلا میده. دوست عزیز، اگر میفهمین که شخصیتتان از بین رفته، امنیت روانی ندارین، که قطعا مشکلی چنین مشکلی داریم و مساوات در جامعه ما نیست، امنیت روحی و فکری نیست، امنیت نظامی نیست، پس شما اگر میخواین این مشکل را علاج کنین، قرآن میگه به قرآن رجوع کنین، خدا میگه به قرآن رجوع کنین و قرآن کریم را تلاوت بکنین. خود قرآن میگه فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. کسایی که ایمان آوردن به قرآن، قرآن زیاد ساخت، یعنی جلای ایمانشان را. گرد و غبار از سر ایمان پس کرد و ایشان خوشحال بودند. و اما الذين كفروا و اما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم و ماتوا وهم كافرون. اما کسایی که در دلشان مرض است، یعنی ایمانشان رویشان چی است؟ خاک و گرد و غبار گرفته و تصمیم به پس کردن از این نداره، پس اینا با این مرض میمرن در حالی که کافر میباشن. ما را همراهی کنین بعد از وقفه کوتاه، دوباره در خدمت قرار میگیریم. دوست عزیز، شما را دوباره به ادامه بحث پیرامونی فواید ایمان خوش آمدید میگم و دانستیم که فواید ایمان چی چیز بوده و چه مشکلاتی ما در جامعه داشتیم. برای رفع این مشکلات دو راهکار قرآن و حدیث رسول الله علیه السلام پیشنهاد کرد که ما با شما شریک میسازم. اگر میخواییم جلای ایمان زیاد شوه، به فرمان خدا و دستور قرآن کریم با قرآن انستان بیشتر بسازیم، با قرآن سرکارتان رو بیشتر بسازین. مطمئن باشین عمری که در مقابل یک خرما روزی 5 بار سجده میکرد، وقتی در مقابل قرآن زانوی تلمذ و شاگردی زد، از عمر چنان شخصیت ساخت که در مقابل سنگ حجر الاسود استاد میشه، میگه یا حجر الاسود اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر ولولا انی رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقبلک ما قبلتک. میدانم یک سنگ بیش نیستی ای حجر الاسود، اگر نمیدیدم که لبان محبوب صلی الله علیه وسلم تو را بوسه نمیداد، هرگز بوسیت نمیکردم. قرآن دقیقا تغییر میده. این شعار سید جمال الدین افغان است، یگانه راه حل امت مسلمه میگه یتمسک بما اصلح اول الامه، چنگ زدن به آن دین و شریعتی که اول امت اصلاح ساخت. اول امت در تاریکی به سر میبرد، این قرآن تانست نجات بده، این آخر امتم این قرآن توان داره نجات بده. ولی نیاز است که به دکان رجوع کنی، حاجت خود بخوای. دکاندار خود سودای تو را در خانه نمیاره در صورتی که تو مطالبه نکنی و تقاضا نکنی. پس دوستای عزیز، اولین راه نجات برای احیای امنیتمان، شخصیتمان، عزتمان، کرامتمان. فکر نمیکنم هیچ افغان فکر کنه به عزت باشه، فکر نمیکنم هیچ انسان خوش داشته باشه که امنیت روانی نداشته باشه، فکر نکنم که کسی که انسان باشه و باز مسلمان باشه و فکر کنه که او ما امنیت و امانت خوش ندارم. پس اگر میخواین امنیتتان احیا شوه، عزتتان بر بگرده، عزتی از دست رفته، پس به قرآن پس برگردین و امی قرآن ضمانت میکنه که ایمان شما را جلا میده، ایمان شما را برس میکنه رویشه. وقتی بوتتان شما ببینید که وقتی خاک بشینه، گل بشینه، فکر می کنه است. وقتی پیش پالشگر بردی پالشش کرد، میبینی که فکر میکنی نو از دکان خریدی،
قرآن ایمان تو را پالش میکنه، جلا میته، روشنی میته، نور میته، زیبایی میته. اگر میخواین عزیزا مشکلاتتان حل شوه و فواید ایمان به معنی واقعیش به دست بیاید، امنیت پیدا کنیم، عزت و شرافت پیدا کنیم، به قرآن بر بگردیم. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه، حضرت نبی کریم به سویش میگه ای ابو بکر، آیا چیزی را برات خبر بتم؟ ابو بکر خود تشنه علم است، در جواب میگه بلا یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. پیغمبر باز این آیه را تلاوت میکنه که امروز این آیه نازل شد، آیا این آیه را برات بخوانم؟ میگه قربان شوم بخوان. او هم از حنجره پیغمبر علیه السلام میگه لیسل ایمان، هرگز ایمان نیست، هرگز مؤمن نیست. انتظاراتی را که یک مؤمن داره و انتظاراتی را که یک یهودی داره و یک مسیحی داره، این انتظاراتشان انتظار پوچ است. من یعمل سوءا یجز به ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا. هرگز شما چنین انتظارات پوچ نداشته باش. یک دیگه چی میگه؟ آه خدا لک بخش سب، با هزاران فسق و فساد آشنا باش، باز هم با خدا باش. بلیاز خدا، این جمله کاملا خطرناک است. این جمله کفری است که هر فسق و فساد بگو باز با خدا باش. نه چنین نیست. قرآن میگه هرگز شما چنین انتظار نداشته باشین اگر مسلمان هستین یا غیر مسلمان هستین. من یعمل سوءا یجز به، کسی که عملی بد را انجام بده قطعا جزایش میبینه، قطعا خدا جزایش میده. ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا، و هرگز نمیتونه بجز خدا او را کسی کمک کنه و نصرت کنه. میفهمین بعد از شنیدن این جمله سر ابوبکر چی تغییرات آمد؟ ما خود شما را گفتم خواندن قرآن ایمان جلا میده. این آیه وقتی به ابوبکر قرائت میشه، ابوبکر سوگند میخوره که کمرم شکست، کمرم قات شد، احساس کردم که تمام گرنگی دنیا بر بالای کمرم گذاشته شده، به زمین نشستم گریه کردم. میگه با پیغمبر گفتم فدای شوم، آیا ما هر خطایی کردیم خدا جزا میده؟ آیا هر اشتباهی کردیم خدا جزا میده؟ آیا کوچکترین اشتباه میکنیم؟ گفت بله خداوند جزا میده، ولی یادت باشه شما مؤمن هستین. خداوند توسط مرض، توسط فقر، توسط مشکلات، توسط نابسامانی ها، ناهنجاری ها، بحران ها، خداوند شما را جزا میده، ولی خدا در آخرت نمیمانه، شما را پاک میساز. در این دنیا خدا تکلیفتان میده، ولی انسان های بی ایمان و بی دین در آخرت عذابشان ذخیره میشه که خداوند از عذاب آخرت ما و شما را در حفظ امان خود داشته باشه. پس دوستای نهایت عزیز، اولین کار برای جلای ایمان و برای بازگردانیدن اقتدارمان، عزتمان، آبرویمان، شخصیتمان، امنیتمان تلاوت قرآن است. با قرآن پس رجوع کنیم، با قرآن آشتی کنیم، به این توکل به خدا همت کنیم، با خدای خود تعهد کنیم. ولی یادتان باشه قرآن خواندن به معنای واقعیش به انسان تغییر میره. حضرت علی کرم الله وجهه میگه قرآنی که با تدبر نباشه، با تفکر، با اندیشه نباشه، در او قرآن خیری نیست. اگر قرآن میخوانین دوستای عزیز، با قرآن آشتی میکنین، با قرآن ختم میکنین، خیرات میکنین، باید قرآن با تفکر و با تدبر بخوانین. این ازدحامی که امروز متاسفانه در مساجد ما است در رمضان مبارک، ایره شما باور داشته باشین که خداوند از این وضعیت راضی نیست و این قرآن هیچ نوع اصلاح را در ما نمیاره. در صورتی که ما با تفکر نباشیم، هدفمان ختم قرآن باشه، نه هدفمان فهم قرآن. یک کس میخواد قرآن ختم کنه، یک کس میخواد قرآن بفهم ختم کنه. حضرت حسن بصری رضی الله تعالی عنه چیزی با میفرماید، چیگونه میگه انتظار داری که قرآن با تفکر و تدبر نمیخوانی و فکر میکنی که ایمانت قوی شوه و قلبت نرم شوه؟ ابن قیم رحمه الله میگه خواندن یک آیه قرآن کریم با تفکر و تدبر به مراتب بهتر است از ختم کل قرآن که بدون تفکر و تدبر باشه.
وقتی یک آیه کمر ابوبکر میشکنه متوجه تمام اشتباهاتش میشه. پس چون تفکر داشت، تدبر داشت، بین یک قرآنی را بگیرین که ترجمه دار باشه، به تلاوتش بپردازین، روزانه یک صفحه بخوانین، روزانه نیم صفحه بخوانین، ولی با قرآن آشتی کنین، مطمئن باشین قرآن تأثیر خود میگذاره، ولی با تفکر و تدبر بخوانین. از اینکه دوست عزیز وقتی برنامه ما تمام است، ناگزیر هستیم با شما خداحافظی کنیم. تا دیدار بعد و برنامه بعد، همه تان را به الله به امانت میسپارم، شما را به خداوند بزرگ میسپارم. الله نگهداری همه تان.